عماد سلامی، استاد علوم سیاسی و امور بین الملل و تحلیلگر سیاسی دانشگاه آمریکایی بیروت، میگوید اظهارات روز گذشته پرزیدنت ترامپ را باید در چارچوب گفتگوهای اخیر رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی و نیز با توجه به افزایش فشارهای داخلی و خارجی بر ایران بررسی کرد. This is a new development given the fact that President Trump has been putting so much pressure on the Iranian regime. این یک تحول جدید با توجه به این واقعیت است که رئیس جمهوری ایالات متحده فشار زیادی بر رژیم ایران وارد آورده. آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شده و از زمان روی کار آمدن پرزیدنت ترامپ هشدارها علیه ایران بالا گرفته است. اکنون این در واقع نشان دهنده تغییر رویکرد رئیس جمهوری است که به گمان من پس از مذاکرات موفقیت آمیز با کره شمالی روی می‌دهد. من فکر می‌کنم آنچه در کره شمالی اتفاق افتاده زمینه سیاست خارجی آمریکا را در همان راستا که رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با کره شمالی پیش می‌رود فراهم کرد، مبنی بر این که حتی با سخت‌ترین مخالفین ایالات متحده نیز توافق می‌تواند امکان پذیر باشد. عماد سلامی با استناد به وضعیت دشوار در ایران، خصوصا شرایط بد اقتصادی و سرعت سقوط ارزش پول ملی ایران، میگوید مخالفت‌های داخلی در ایران در حال افزایش است و ایران به حد اعلای حمایت اقتصادی از جمله از سوی آمریکا و اروپا و یا هر جای دیگری نیازمند است. در این مرحله پرزیدنت ترامپ تشخیص داده که زمان مناسبی برای نوعی توافق است که ایران بتواند مناسبات خود با آمریکا را تغییر دهد.